من بالاخره احساس میکنم که یک ایرانی بایستی همیشه پوشاک ایرانی داشته باشه. ما نمیتونیم هم بگیم ایرانی هستیم و در عین حال تمام آداب و رسوم بیگانگان را بر خودمون که تحمیل کردن همینجور اجرا بکنیم و پیگیری بکنیم. چون من ایرانی هستم و بون افتخار میکنم، پس بایستی تمام نشانه های ایرانیگری رو هم داشته باشم. یکی از نشانه های ایرانیگری و نماد ایرانیگری نام و نام خانوادگی. من نمیتونم نام خانوادگی تازی رو داشته باشم و بگم ایرانی. من ایرانی میپذیرم، همونطور که نمیتونم بگم من ایرانی هستم و روزی 17 مرتبه به طرف بتکده عرب سجده کنم. اینم قابل قبول نیست. اگر چنانچه میخوام قبول داشته باشم، باید آیین ایرانی رو قبول داشته باشم. البته اگه یک چیزی قشنگتری از خارج به ما بیاد که ما در داخل ایران نداشته باشیم، ایرادی نداره، میتونیم اون رو بپذیریم. ولی وقتی که ما گفتار نیک، پندار نیک، گفتار نیک رو داریم که در هیچ جای دنیا وجود نداره، ما به چه دلیلی اینو بذاریم کنار و بریم دنبال یک جور اندیشه ها و افکاری که ما رو به خشونت و به ستیز و به نامهری و دشمنی و غیرو وادار بکنه و در نتیجه اون همبستگی و مهری که در داخل ایران با آیین و افکار و اندیشه ایرانی میتونیم به وجود بیاریم که وجود داشته، اون رو مبدل بکنیم به جنگ و ستیز و برادرکشی و نابودی. شما یک نشریه دارین به اسم پیام ما آزادگان. در این نشریه به سختی به آیین تازی میتازین. آیا فکر نمی کنین که این خطراتی برای شما داشته باشه؟ زود از کنیم که ما نمیتازیم مطلقا. حقایقی رو که در این دین وجود داره که از دیدها پنهان مانده، ما اینه رو برون میریم. یعنی اینه ما برون نیاوردیم. آخوندها و خمینی به رهبری خمینی آمدن و یک برکه آب صافی رو که ما به ظاهر میدیدیم، اینا آمدن با یک چوبی به هم زدن و اون لجنهای زیر آمد بالا. فهمیدیم برکه پر از آب لجنه. حالا از اون لجنهایی که وجود داره ما اینا رو داریم تشریح میکنیم. ما اصلا بدی بلا نمیگیم. ما داریم میگیم که بابا اگه کسی میخواد فرض بفرمایید مسلمان باشه، باید اسلام رو بشناسه و مسلمان بشه. بسیاری از خانما هستن که مسلمانن و خیلی هم به اسلام اعتقاد دارن، ولی نمیدونن که مثلا در اسلام برای زن هیچ حقی وجود نداره. نمیدونن که در قرآن سوره 4 آیه 222 میگه که مردا برتر از زنا هستن و اگه زنا از شما اعتاد میکرده کتکشون بزنی. در کیمیای سعادت امام محمد غزالی، وقتی که مولا تعالی بفرمایین، امام محمد غزالی رهبر تازه خیلی پیشرفته آخوندها، میگه اگه چنان چیز زنی رو خواستی کتک بزنی، چوبی رو که باید انتخاب بکنی چقدر باشه اندازش، کلوفتیش چقدر باشه و با هر چوب یک قسمت از بدن بزنی، زیادم نزنی که کبود بشه. این دستور عمل اسلامی یک رهبر شیعه است. همون چیزی که ما در آخوندها میبینیم و دیدیم و خواهیم هم دید. امیدوارم که به هر حال اگه ما خطاکار بودیم، نسلهای آینده بیان و اون واقعیتی که در ایران وجود داره اون چنان که هست بشناسن، هم خوبی ها رو هم بدی ها رو. اون چی که بدی هست مربوط به بیگانگان بریزن بیرون. شما طرفدار چه آیینی هستین؟ من طرفدار آیین انسانیت هستم. من معتقدم که تمام انسان ها برابر و برادر و اسمشو بذاریم خواهر، نه خواهرایی که در داخل ایران مطرح کردن. مسئله انسانیت مطرحه. هر کسی میدونه داره هر فکر و آیینی باشه، به شرطی که این فکر و آیین